فکر میکنم هستم. سلام، من علی اصغر چاوشی هستم، اسم پنجم بنجن اومدید. خیلی معذرت میخوام بابت این اتفاقی که افتیده، به خاطر نوسان نت هست. خب داخل این توییت میخوام در مورد چند چیزایی که توی نوجس یاد گرفتم براتون توضیح بدم. بریم که شروع بکنم. قسمت اول بحثمون والیدیشن هست. والیدیشن چیه؟ به اینکه ما API پست مثلا به API پستمون به درستی کار بکنه، بعد اطلاعاتی که از سمت کلاینت و داخل بادی هست، بادی درخواست ما هست، درست کار میکنه یا به صورت درست باشه، ما از والیدیشن استفاده میکنیم. حالا والیدیشن های زیادی وجود داره، ولی من از پکیج اکسپرس والیدیتور استفاده کردم. برای اینکه بتونید از این پکیج استفاده کنید، خب داخل سی ام دی تون npm i express validator رو بزنید، خب، و به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. بعد حالا اینا به چه دردی میخوره؟ ما مثلا با این validator رو میتونیم ببینیم که وقتی داره درخواست به ما میشه، وقتی میخواد این کار انجام بشه، این پیام رو من میدم، من حواسم پرت میشه، خیلی معذرت میخوام. برای اینکه این کار به درستی انجام بشه، شما میای چک میکنید که وقتی درخواستی به شما دادن یا درخواستی دارن میفرستن برای سمت سرور، اگه ایمیل باشه آیا چیزی که فرستادن ایمیل هست یا نه، یا اگه فرست نیمه چجور فرست نیمه، یا اگه لاست نیمه اینجوری. میتونید از این چیزا آگاهی پیدا بکنید. بعد مورد بعدی که هست، هر اطلاعاتی که به شما میدن یا برای شما ارسال کنن باید با اون فرمتی باشه که شما میخواید. پس این چیز خیلی مهمیه، همین والیدیشن خیلی چیز مهمیه برای سرور، و شما حتما باید تمام چیزایی که براتون ارسال میشه رو قطعا چک بکنید که ببینید این چیزی هست که شما میخواید یا نه. حالا امکان داره که مثلا هک بشه یا چیزایی دیگه. اطلاعات دریافتی رو خب باید اعتبار سنجی کنید. برای اعتبار سنجی کردن اطلاعات، پکیج های زیادی وجود داره که بهتون گفتم که من از اکسپرس والیدیتور استفاده کردم برای نصب این پکیج. هم داخل سی ام دی خب میتونید راحت نصبش کنید. یه بار دیگه میگم که مطمئن بشم این چیزها رو براتون گفتم. وقتی این پکیج رو نصب شد، ما باید دو تا فانکشن رو اکسپورت کنیم یا که بتونیم از اونها استفاده کنیم، خب، و ازشون برای اعتبار سنجی کار بکشیم. داخل یک ثابتی مثل کانس میایم ریکوایر میکنیم از پکیجمون ریکوایر میکنیم دو تا فانکشن، یکی بادی و یکی والیدیشن ریزالت. این دوتا یه سری متد در اختیار ما قرار میده که حالا در ادامه براتون میگم این متدا چیه. برای استفاده کردن از این متدا، میایم بین روتمون خوب و چیزایی که داخلش هست، برای استفاده از والیدیتور بین روت و اون کالبک فانکشنی که داریم، خب میایم یه آرایه ایجاد میکنیم. داخل اون آرایه مواردی که میخوایم اعتبار سنجی کنیم و قرار میدیم به چه صورت؟ به این صورت میایم کانس ارور اینا همچین چیزی رو داخلش قرار میدیم. بعد داخل مثلا میگم بعد میبینیم که مثلا میگم بادی داخلش، بعد پیغام میکنیم و بعد چک میکنیم. و بعد بعضی چیزهایی که میخوایم رو داخلش چک میکنیم. حالا میایم داخل یه کانست دیگه، خب مثلا کانست ارور والیدیشن ریزالت رو هم صدا میزنیم و دریافتش میکنیم. به قسمت بعدی میریم. وقتی این کار رو انجام دادیم، میایم داخل این آرایه، خب میایم داخل بادیمون چیزایی که لازم داریم رو می‌نویسیم. مثلا میگیم ایمیل، بعد اگه ایمیل نبود این پیغام براش، مثلا میگیم ایمیل، بعد متد ایز ایمیل رو صدا میزنیم، میگیم اگه ایمیل نبود خب این پیغام رو براش ارسال کن، ایمیل ماست بی ولید. و حالا بعدا امتحانش هم پایین کردم بهتون نشون دادم. و یا مثلا میگیم اگه فرست نیم بود، بعد میذاریم نات امپتی. یعنی چی؟ یعنی فیلد فرست نیم نباید خالی باشه و اگه خالی بود این پیغام رو براش ارسال کن، و همینطور برای لاست نیم. میایم پایین چک میکنیم، اینجا داخل ایمیل ادساین رو برمیداریم و میبینیم وقتی درخواست دادیم پایین به اون دیتا رو نال میده، و وقتی دیتا رو نال داد برای ایمیل میگه چی؟ میگه ایمیل ماست بی ولید، یعنی باید ایمیلی که دادی معتبر باشه. یا وقتی مثلا میریم سراغ فرست نیم، اینجا فرست نیم رو کاملا پاک میکنیم و اینجا میاد چی؟ میگه
فرست نیم کن بی ام تی، یعنی فرست نیم باید یه چیزی به جای فرست نیم شما ارسال بکنید. خب در قدم بعد میریم سراغ کال بک فانکشن ها. حالا کال بک فانکشن ها چیکار میکنن؟ خب کال بک فانکشن میاد اینو نگاه میکنه که آیا اروری وجود داره یا نه، و اگه اون ارور وجود داره خب چیکار باید در قبالش انجام بشه. ما میایم برای این کار یه ایف در نظر میگیریم، میگیم ایف اگر نقیض ارور امتی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اروری داشته باشیم. این ایف یعنی که اروری داشته باشیم، بیاد داخل این عملیات داخل براکت رو انجام بده. داخل عملیات براکت چی میگه؟ میگه ریترن کن، خب برای به عنوان جواب، خب استاتوس 400. این میگه یعنی چی؟ یعنی میگه که به سرور بگو که دیتایی که داره ارسال میشه به تو، اطلاعاتی که داره به تو ارسال میشه ولید نیست، معتبر نیست. بعد میسیم جیسون داد دیتا رو مساوی نال قرار بده، که میبینی اینجا مثلا وقتی هست دیتا رو نال قرار میده و ارور. یکی از متدایی که داخل ارورز دریافت میکنی و اینجا داخل ولیدیشن ریزالت رفتیمش، اری هست. یعنی میاد ارورایی که برای ما ارسال میشه رو داخل یک آرایه قرار میده و به ما میده، و یه مسیج هم مثلا میتونیم داخل یه فیلد هم یه مسیج هم در قبالش مثلا ارسال کنیم که همین validation error، یا همینجا مثلا این پوینتر بودی من نکنیم مثلا اینجا validation error میتونسته، یه همچین کاری هم میتونیم انجام بدیم بابتش. خب بعد از این میریم سراغ میدلور های شخصی. میدلور های شخصی چی هستن؟ یه سری میدلور ها هستن خب که ما میتونیم به صورت خیلی به صورت مثلا میگم پیش‌فرض ازشون استفاده کنیم، مثل اینجا app.useExpressJSON. این یک میدلور و بر ساخت یک میدلور از app.use و یک پرانتز میتونیم یه میدلور بسازیم. خب حالا اینکه میدلور ها چی هستن و نمیخوام برات توضیح بدم، میخوام حالا این میدلور های شخصی چی هستن و چه کارهایی میتونیم باشن انجام بدیم و بیشتر برات توضیح بدم. خب میدلور ها سه تا ورودی دارن، یه ورودیشون ریکوست، یکیشون ریک، یکیشون رس و مورد بعدی نکست. حالا ریک و رس چیه؟ نکست چیه؟ ریک و رس درخواستی هست، ریک درخواستی هست که به میدل برای شما انجام میشه، یعنی یه درخواستایی یه اطلاعاتی میاد و یه چیزایی از شما درخواست کنه و جزئیات درخواستتون هم، جزئیات درخواستی هم که به شما اومده هست. حالا براتون میگم جزئیات درخواستی هم چیه. رس چیه؟ رس جوابی هست که شما میتونید به اون درخواست بدید. یعنی چی؟ یعنی یه درخواستی از این میدلور شده، شما با این رس میای یه جوابی به اون میدید. بعد نکست چی کار میکنه؟ نکست یک فانکشنی هست که وقتی توی این میدلور صدا زده بشه، اطلاعات و درخواست به میدلور بعدی انتقال داده میشه. فرض بکنید که اطلاعات ما مثل یه توپ میمونه و این توپ به نفر اول مثلا میدلور اول میرسه و فانکشن نکست میاد به نفر اول میگه که این توپو بده به نفر دوم، یعنی به میدلور دوم. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا یه کانسول دات لاگ میگیریم میدوانو داخل این میدلورمون، و وقتی لاگ بگیریم داخل درخواست کنیم این موردو داخل مرورگرمون، ببینیم که توی سی ام دی وی اس کدمون میدوان اومد، ولی بالای مرورگرمون میبینیم مرورگرمون در حال چرخش و لود شدنه. چرا؟ این چرخش و این لود شدن به دلیل اینه که ما تو اینجا هیچ جوابی به درخواستی که شده نداریم. به خاطر همینه که مرورگر در حال چرخشه تا جوابی به درخواستی که اومده بده. بعد وقتی رک رو بیایم لاگ بگیریم، میبینید جزئیات درخواست ما رو، درخواستی که از طرف کلاینت شده رو هم به شما نشون میده. همونجا که من گفتم جزئیاتش هم هست، این جزئیات هم به شما نشون میده این رک وقتی لاگ بگیرید. بعد میایم داخل کنسول دات لاگ یه رک بادی هم میگیریم، این رک بادی هم کنسول دات لاگ ازش میگیریم، و وقتی رک بادیمون رو کنسول دات لاگ ازش بگیریم، میبینیم یه آبجکت خالی برای ما برگردونده. این برای چیه؟ به خاطر اینه که مرورگر فقط از سرور ما، یا تنها درخواستی که به صورت بادی از سرور ما کرده هیچی توش نبوده، یعنی یه درخواست گت ساده انجام داده و خب
توقعی هم نیست که داخل بادیش چیز خاصی بوده باشه. و امیدوارم میبینید که وقتی کنسول دادا گرفته بلاک شده این وسط. خب بعد حالا میایم توی خدایا میدلورامون، میتونیم روی ریکورست تغییرات ایجاد بکنیم. حالا این تغییرات هم براتون توضیح میدم. این تغییرات خیلی جذابش میکنه. مثلا میگم میتونیم بگیم rec.body.username مساوی محمد، یعنی مثلا بیایم این همچین چیزی رو مساوی محمد رو، یا اصلا رو خود رک، رو آیتم های خود رک میتونیم تاثیر بذاریم، چون رک یه آبجکت، میتونیم روی آیتم های خودش اصلا تاثیر بذاریم. و یه مورد مهمتر که یادم رفت بهتون بگم الان یادم اومد اینه که recurrence دو تا آبجکت ساده، پس خیلی راحت میتونید روی تمام آیتم هایی که دارن تغییر ایجاد کنید یا عوضشون کنید یا بهشون آبجکت اضافه بکنید، خیلی راحت. حالا میایم این سیم رک مس رک دات یوزر مساوی آی دی شون یک، نیمشون هم محمد در نظر میگیم، حالا اون مورد بالایی هم بهش داریم. خب و در جواب این درخواستی که شده به این میدلور می سیم دیس ریسپانس از کامینگ فرام میدلور، یعنی این جواب از میدلور میاد، کنسول دات لاگ می یکمون هم هست. خب وقتی این کارو انجام میدیم میبینیم که این this response coming from middleware داخل مرورگرمون چاپ شده، یعنی جواب داده شده و این بالا دیگه در حال چرخش نیست. چرا؟ چون ما جواب درخواستی که شده رو دادیم به مرورگرمون. حالا وقتی میایم یه middleware دیگه درست میکنیم مثل اینجا، ببینید حالا این یه سری توضیحات در مورد request بود، بعد بیایم مثلا یه میدلور دومی درست کنیم، میدلور مثلا دو، کنسول دات لاگ مید دو هم ازش میگیم. وقتی میایم اینو لاگ میگیم میدیم تو ترمینالمون هیچ مید دو نیست. چرا؟ اینجاست که این نکست هست که خیلی اثر مهم میداره. نکست میاد چیکار میکنه؟ میاد همون تو همون اطلاعات رو میاد میده دست میدلور دوم. پس وقتی اینجا نکست رو بذاریم و وقتی دوباره اینو درخواست رو بدیم از سمت مرورگر، میبینیم که مید دو هم برامون چاپ شده. حالا یه نکته که خیلی جذاب میکنه میدلورا رو اینه، این قشنگ این قسمت از بحث و صحبته. ببینید app.use یعنی داخل همین میدلور دوممون میام چیکار میکنیم؟ میام کنسول دات میگم رک بادی و رک یوزر رو. ببینید این قسمت هایی که الان دادیم رک بادی دات یوزر نیم نو و رک یوزر رو، این دوتا رو وقتی بیان کنسول دات لاگ بگیریم داخل ترمینالمون میبینیم یوزر نیم مساوی محمد چاپ شده و همین آیدی یک نیم محمد هم چاپ شده. این خیلی چیز جذابیه. مثلا چی میمونه؟ مثلا اینکه همون قضیه تو بیاد توی ذهنتون، نفر اول توپو میگیره و روش خط خطی میکنه یا مثلا با ماژیک امضا میکنه. وقتی این توپ میرسه دست نفر دوم، نفر اول میتونه خط خطی یا کارای یا امضای نفر اولو ببینه و این کار خیلی این چیز توی میدلورا خیلی کاربردی و به درد بخوره. این از این مورد. مورد بعدی که در مورد میدلورا میتونم بهتون بگم این قسمته. وقتی شما میاید بعد از یه میدلور، حالا میرسید به سراغ یه میدلور بعدی که روت هست، میاید درخواست، میاید اینو لاگ مثلا میفرستیم به یه میدلور بعدی، میدلور سوممون، و وقتی اینو درخواست رو بدین یه اروری میگیریم. ارورمون چیه؟ میگه can't set header after they are sent to the client. یعنی چی؟ میگه درخواستی که ما اول داشتیم چی بوده؟ نکنیم درخواستی که دادیم یه جوابی داشته به این بسمی و سنت شده و همینطور درخواستی که داره دست به دست میشه دیگه نمیتونه یه جواب دیگه یا یه پاسخ دیگه داشته باشه. پس به هر درخواستی که میشه فقط میشه یه پاسخ داد. و وقتی ما بیایم اون قسمت اولی که بود و بیایم کامنتش کنیم، خب، و دوباره درخواستمون رو اجرا بکنیم، میبینیم جواب از سمت سرور میاد. حالا دیتا اینه دیگه، جوابش اینه دیتا مساوی یوزر نیم یا مسیج هم اوکی بنویس دیتا یوزر ویل گیون آیدی واز نات دات. حالا این آیدی که داده شده آیدی 10، منم یوزر نیم با آیدی 10 نداشتیم، قاعده همچین چیزایی رو برای ما برگردونده. مورد آخری هم که میخوام براتون توضیح بدم، مورد آخری هم که میخوام براتون توضیح بدم، هر وقت
در یک میله خب به یک رود هندلر میرسیم. حالا این چیه؟ این رود هندلره، اینو مشاهده میکنید. حالا قبل از اینکه این نکته رو بگم، بعد از این، یعنی وقتی اومدیم مثلا میگم بعد این رود هندلمون، یه میدلور دیگه ایجاد میکنیم و میخوایم که از این رود هندلر دوباره اطلاعاتمون بیاد به اینجا، یعنی توپمون دست به دست بشه بره جلو. ولی این کار انجام نمیشه، همینطور که میبینی این کار انجام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینه که وقتی یه سری اطلاعات، حالا منظور باشه یه سری اطلاعات نه، وقتی ما بعد از میدل برامون به یک روت هندلر میرسیم که اون روت هندلر و روتش یا این چیزش، این آدرسش مشابه با چی؟ مشابه با آدرسی که داری میدی بکن API user. وقتی این کاملا تشابه داشته باشه دیگه این جریان تموم میشه و دیگه به روت هندلر بعدی ارسال نمیشه. یعنی وقتی این دوتا کاملا یکسان بشه پاسخ داده میشه داخل اون و دیگه جوابی به سمت بعد نمیره. تویش من تموم شد، معذرت میخوام بابت اتفاقی که بابت اینترنت افتید داخل تویچ هم. خیلی ممنون که تایمتون در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.